ملت یهود و سرزمین اسرائیل، سلسله گفتگوهای رادیو اسرائیل با پروفسور امنون نتسر. پروفسور امنون نتسر، با سپاس دوباره از مطالب آموزنده‌ای که شما در این برنامه برای ما و شنوندگان ما بیان می‌فرمایید، خواستم بپرسم که می‌گویند ملت اسرائیل قوم برگزیده، یعنی چه؟ یعنی ما برتریم از دیگران، بالاتریم، باید تفرعن داشته باشیم؟ چه مفهوم و معنایی داره؟ آقای منش امیر، واقعا سوال کاملا به جا و درستی است. من قبل از اینکه صحبت خودم رو ادامه بدم، میخوام تأکید کنم که با کمال تأسف بعضی ها که تمایلات یهود ستیزی دارند و در وجودشون آنتیسمیتیزم هست، متاسفانه این جمله را ناشیانه یا مغرضانه تفسیر و تعبیر می کنند. درسته که در کتاب تورات به صورت واضح نوشته قوم برگزیده، درسته، ولی این برگزیدگی به خاطر این نیست که ما انسان‌هایی هستیم که از نظر فیزیولوژی یا از نظر آناتومی یا از هر نظر دیگری که واقعاً ارتباط با وجود شخصی ما داره با دیگران فرق می‌کنیم. خیر، نباید نه تفرعنی داشته باشیم، نه تکبری، نه غروری، نه هیچی. پس من نیستی. ببینید، من می‌خوام این سوال رو به صورت سوال جواب بدم. در اون دوره‌ای که بنی اسرائیل به موجودیت خدا پی برد و اولین قوم یکتاپرست شد و متوجه شد که خداییت خدا چیست یا الهیت خدا چیست و خدا تا چه اندازه‌ای در سرنوشت ملت‌ها مداخله داره و از بسیاری جهات ملت‌هایی که میخوان واقعاً به صورت اخلاقی زندگی بکنن، به صورت انسانی زندگی بکنن، که البته من این به صورت انسانی زندگی بکنن رو تشریح خواهم داد، میخواستید چنین خدایی بیاد کدوم ملت ها انتخاب بکنه؟ انتخاب کردن یعنی برگزیدن، درسته؟ به نظر شما چنین خدایی باید بیاد امونی ها و ادومی ها و کنانی ها و بابلی ها، اینها را به عنوان ملتی انتخاب بکنه یا برگزیده بکنه، یا اینکه میاد ملتی را برگزیده میکنه که ازش تقاضاهایی داره، ازش درخواست‌هایی داره، میخواد یک رسالتی رو بهش محول بکنه. مسلمه، واضحه. فرض میگیریم اگر ملت بنی اسرائیل نبود، چنین ملتی پی نمیبرد که خدایی وجود داره، یه ملت دیگه بود، ملت اندونزی بود، پاکستانی بود، هر ملتی. مسلمه، طبیعی، منطقیست و عاقلانه است که خدا بیاد اون ملت‌ها رو انتخاب بکنه و گزینش داشته بشه، یعنی اونها باید برگزیده بشن. پس بنابراین برگزیدگی ملت یهود یعنی ما برگزیده شدیم که خدا را بشناسانیم در میان ملت‌های دیگه، و خوشبختانه آقای امیر موفق هم شدیم، یعنی ما موفق شدیم، یعنی ملت ما موفق شد که تعداد زیادی از این ملت‌های بت‌پرستی که دور ور بودند
اینا بالاخره بین خودمان باشه که همشون کشته نشدند و نمردند و از بین نرفتند، اینها هم رفته رفته به موجودیت خدا پی بردند. تعداد زیادی از ادومی ها، از کنعانی ها، از افراد دوربر اون زمان پی بردند که مسلمه که حضرت موسی واقعا یه رسالت الهی داشت وقتی ملت خودش رو آورد به وطن اجدادی. بنابراین این ما بودیم که برگزیده شدیم برای این رسالت، و اگر برگزیده شدیم به این برای این رسالت و موفق هم شدیم، کجا موفق شدیم؟ موفق شدیم این یکتاپرستی رو بیاریم برای یه عده‌ای مردمی که امروز مسیحی هند، یعنی بیش از 1 میلیارد مسیحی. پس ما موفق شدیم در این رسالت، پس کار خوبی انجام شد که ما برگزیده شدیم. و مضاف بر این، چنین رسالتی بعداً آورده شد به اسلام که امروز بیش از 1 میلیارد مردم دنیا مسلمانند و به خدای عزوجل ایمان دارند، و چنین ایمانی ریشه داره در یهودیت. و اگر ما بیاید اینطوری سوال بکنید، اگر ما برگزیده نمی شدیم که چنین رسالتی را انجام بدیم، خب مسلمه که امروز بیشتر مردم دنیا بت‌پرست باقی می موندن. بنابراین برگزیدگی ما به خاطر همون رسالتی بود که خدا به ما محول کرد، یعنی به باور و ایمان یهودی ها، اون چیزی که در تورات نوشته شده. و باز می خوام بپرسم، آیا این برگزیدگی علامت برتری نیست؟ چرا به فنیقی ها، هیتی ها، یبوسی ها، آشوری ها، کلدانی ها و دیگران داده نشد؟ آیا این به این مفهوم نیست که یهودی ها باهوشتر بودن، خداپرستر بودن، باسوادتر بودن، با استعدادتر بودن، برتر بودند؟ آقای منشه امیر، شما دارید انگشت به یک نقطه حساسی میزنید که من گفتم کار من کار تحقیقه، کار تبلیغ نیست. امکان داره که یک عده‌ای، امکان داره یه عده کوچیکی واقعا باور کنن که یهودی برتر است و یهودی باهوشتر است و یهودی. من شخصا نمیخوام هیچ گونه تبعیضی قائل بشم، اصلا و ابدا. ملت یهود به عنوان انسان مثل همه انسانهای دنیاست، منتها مسئله باهوش بودن یا باهوشتر بودن نیست. مسئله اینجاست که ما توانستیم با تمرکز در مطالعات خودمون و به وجود آوردن گنجینه‌های بزرگی در تاریخ خودمون، خود کتاب مقدس یه گنجینه بزرگی است، بعد از اون میشنا و گمارا که مجموعه اون تلمود بابلی، تلمود اورشلیمی، و بعد از اون میدراش ها. یعنی اگر واقعا از نظر کمیت بخواید حساب بکنید که این ملت چه چیزی به وجود آورده، دریاییست، یه اقیانوسیست، و چون چنین چیزی سابقه نداره، لااقل در اون دورانی که ما چنین گنجینه‌ای به وجود آوردیم در میان ملت‌های دیگه، اگر کسی بخواد بگه که ملت یهود این برتری را داره، خوب توجه کنید، نه برتری نژادی، خیر، ولی این برتری رو داره که توانسته یک گنجینه بسیار ارزنده و گسترده‌ای به وجود بیاره و اونو تقدیم بشریت بکنه. بله، چنین برتری وجود داره، نه برتری این که از نظر انسانی ما برتریم. خوشبختانه ورق اول کتاب مقدس ما، ورق اول تورات ما کاملاً این سخنانی که من در اینجا گفتم که ما نباید هیچ وقت از جهات دیگه خودمون رو برتر بدونیم، در اونجا اومده، و در اونجا اومده که حضرت آدم در واقع به شکل و شمایل خدا آفریده شده و ما همه فرزندان همون، از نظر باور و اعتقاداتی که مؤمنین دارند یا کسانی که دارند، ما همه فرزندان همون آدمی هستیم که به شکل و شمایل خداوند به وجود اومده. مفهوم و نتیجه مفهوم نتیجهش اینه که
بشریت واقعا همبستگی درشون وجود داره. بشریت، نوع بشر، نوع بشر یکیه. برای همین هم گفتم و هفته اتره خاک کموخ، این بزرگترین حرفه. یعنی هم نوع خود، هم نوع خودت مثل خودت دوست داشته باش. این خیلیه، ما نداریم چنین چیزی درست و دقیق به این صورت در کتب مقدسه دیگران. یعنی برای چی ما دوست داشته باشیم؟ برای که ما برادریم و خواهریم با هم دیگه. یعنی یک یهودی تاکید میکنه، آفریقایی و ژاپنی و ایرانی و صحیح یهودی در این مورد تاکید میکنه، تاکید میکنه که ما فرزندان همون آدمیم. حالا فرض میگیریم که در این تاریخ طبیعی که به اون شکل نوشته شده در 11 فصل اول تورات که بعد میرسیم به فصل 12 که ارتباط داره با حضرت ابراهیم، فرض میگیریم چنین نوشته نمیشد، یه جور دیگه نوشته میشد. ما مثل کتب مقدس دیگران، البته ما در یک بنبست گیر میکردیم، نمیتونستیم جوابگوی بسیاری از سوالات بشیم. ولی وقتی میگیم ما فرزند همون یه نفر آدمیم، یعنی در واقع هیچ برتری نداریم از این جهت از نظر تبار و نژاد بر دیگران. تنها برتری که ما میتونیم برای خودمون احراز کنیم یا درباره‌اش صحبت کنیم، درست همون برتری‌هایی است که امروز من و شما وقتی میریم تو کوچه بازار و مردم دیگر رو میبینیم و میبینیم یک استاد دانشگاه داره در مقابل یک سبزی فروش را میره، میتونیم بگیم که این استاد دانشگاه از بسیاری جهات یه برتری‌هایی داره که اون سبزی فروش نداره. ولی نمیایم بگیم که این استاد دانشگاه از نظر نژادی، از نظر ترکیبات خونی و غیره برتری داره بر اون سبزی. هیچ، هر دو واقعا فرزندان، اگه بریم عقب، فرزندان یک پدرند. پس چرا در تبلیغات علیه یهودیت میگویند که یهودیت نجات پرستیه؟ با کمال تأسف نه تنها این موضوع را مستمسک قرار میدن، بلکه اونهایی که یهود ستیزی میکنند به هر موضوعی در واقع متشبث میشن، به هر اتهامی، به هر اتهامی، افترایی، هر افترایی متشبث میشن که شدت بیشتری به یهودی ستیزی خودشون داشته باشن. در واقع در دنیای امروز ما، در تاریخ قرن بیستم ما، تنها کسی که اومد چنین حرفی رو در مورد ملت خودش زد هیتلر بود. او بود. هیچ وقت یهودی نیومد بگه از نظر نژادی ما برتری داریم. هیچ دنیا اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. هیتلر بود که اومد برتری نژادی را پیش کشید. قبل از اون با کمال تأسف بودند افرادی در اروپا مثل کنت گوبینو. کنت گوبینو مدتی حتی بین خودمان باشد سفیر فرانسه بود در ایران دوره ناصرالدین شاه. اونم کتابی نوشت که برتری نژادی آریایی ها رو نشون بده. یعنی خواستم و دیگران هم بودن. چنین چیزی در تاریخ ملت ما اصلا وجود نداره. یعنی شما وقتی تورات رو مطالعه میکنید ننوشته نژاد یهود؟ نه، اصلا و ابدا ننوشته. به چند صورت ملت ما توصیف و توجیه شده. بنی اسرائیل، فرزندان پدران، مقصود ابراهیم، اسحاق و یعقوب، فرزندان کشور یعنی سرزمین اسرائیل، و اگرم بعضی از انبیا عصبانی می شدن و می شدن، اتفاقا دوره عصبانیت انبیا خیلی جالبه، دوره‌ای بود که مملکت تجزیه شد که هنوز ما بهش نرسیدیم از نظر تاریخی، شاید در یکی از صحبت‌های بعدی دربارش صحبت بکنیم. مملکت وقتی تجزیه شد، تعدادی از این انبیا به وجود اومدن که شروع کردن به توبیخ کردن و تنبیه کردن به ملت ما، یعنی واقعا به صورت خیلی خشنی اومدن ملت ما را یا مردم ما را دربارش تنبیهش کنن که راهی که رفتی درست نبود. اینا واقعا مربیان ملت بودند که میخوام بگم که اگر اونها به یک صورتی ملت ما را
توجیه کردن بیشتر جنبه تنبیهی داشت، ولی حتی اونها هم هرگز نگفتن ملت ما ملتی است که برتر از تمام ملت‌های دنیاست و واژه نجات وجود اصلاً ابداً وجود نداره. وجود نداره. من فکر میکنم که اصلا کلمه نژاد یا ریس و راس در کتاب مقدس اصلا و ابدا اون چیز اون تا اونجایی که من میدونم اصلا وجود نداره. وجود نداره. بله، سپاسگزاریم پروفسور نتسر. پرسش های دیگری داریم که امیدواریم در گفتگوهای بعدی به اونها پاسخ بدید. متشکرم.